یکی از کسانی که در عاشورا حماسه آفرید، حسن ابن حسن، معروف به حسن مثنا، فرزند امام حسن علیه السلام بود. عاشورا رسید. حسن مثنا مانند بسیاری از یاران امام حسین در روز عاشورا به میدان جنگ رفت. حسن مثنا در عاشورا طوفانی برپا کرد و در راه امام زمان خود جانفشانی ها نمود. او 17 نفر را به هلاکت رساند و با بدنی پاره پاره از جراحات و زخم هایی که برداشته بود و در حالی که یکی از دستهایش نیز قطع شده بود و بدنش سراسر غرق در خون بود، در میان کشته شدگان و شهیدان کربلا بر زمین افتاد، در حالی که جانی در بدن نداشت. روز 10 عاشورا پایان یافت و بعد از اینکه همه یاران امام و خود امام حسین به شهادت رسیدند، در روز 11 نوبت به بریدن سرهای کشته شدگان رسید. هر قبیله برای اینکه سهمی از غنایم و پاداش هایی که ابن زیاد مقرر کرده بود ببرد، تعدادی از این سرهای بریده شده را تصاحب می کردند تا به ابن زیاد تحویل داده و طلا یا پاداشی دریافت کنند. در این واقعه تنها کسی که زنده زنده سر بریده شد امام حسین بود، که در حالی که در حال صحبت کردن بود توسط شمر ملعون سر بریده شد و بقیه سرها زمانی که صاحبان آنها بیجان و شهید شده بودند از تن جدا شد. قبایل شروع به بریدن سرها نمودند و وقتی به بالای سر پیکر حسن مثنا رسیدند و گلوی او را گرفته تا سرش را ببرند، ناگهان صدای ضعیف از گلوی حسن شنیده شد و با بررسی بیشتر متوجه شدند که حسن مثنا، پسر امام حسن که در کربلا حدوداً 20 ساله بود، زنده است. پس او را شناخته و به اسماء ابن خارجه که از خیشاوندان مادری او بود خبر دادند. پس اسماء از عمر سعد خواست تا از کشتن حسن مثنا بگذرد و حسن مثنا را به او واگذارند. عمر سعد پذیرفت و از جان او گذشت. اسماء حسن مثنا را که همچون جنازه‌ای بود و در شرف شهادت بود به کوفه برد و با مراقبت‌های بسیاری او را مداوا کرد. سپس حسن مثنا را به مدینه فرستاد. بعد از این واقعه تحولاتی عجیب در روحیات حسن مثنا پدید آمد، تا جایی که او حتی بر سر مسائلی با امام سجاد نیز اختلاف پیدا کرده و با امام مجادله و به ناسزاگویی متوسل شد. پیامبر اکرم اموالی داشتند که وقف نموده بودند. بعد از پیامبر اداره امور اموال وقفی به حضرت علی علیه السلام و بعد از امام علی به امام حسن و امام حسین و سپس به امام سجاد رسید. حسن مثنا که از بازماندگان کربلا بود و به نوعی خود را شایسته تر از امام سجاد در اداره اموال وقفی می دانست، نزد امام سجاد در مدینه رفت و از امام درخواستی نادرست نمود. با وجود فردی همچون امام سجاد
که زین العابدین هستند، صلاحیت اداره امور و اموال حساسی چون اموال وقفی به شخصی همچون حسن مثنا نخواهد رسید، هرچند که او پسر امام حسن و از خاندان پیامبر باشد. حسن مثنا به درب خانه امام سجاد آمده و چون امام سجاد با اداره اموال وقفی توسط حسن مثنا مخالفت نموده بود، شروع به ناسزاگویی و سخنان نامربوط و زدن تهمت و افترا به امام سجاد نمود، مانند اینکه چون من پسر امام حسن که بزرگتر از پدر تو امام حسین هستم، پس اداره امور و اموال وقفی باید به من محول شود و من بهتر از تو این کار را به انجام می رسانم، و سخنانی از این دست را با لحن و الفاظی زشت به امام سجاد نسبت داد و رفت. امام سجاد بدون اینکه حرفی بزنند سکوت اختیار نمودند و به یکی از همراهان خود فرمود بروید و به عموزاده من خبر دهید که من به خانه او می روم. امام راهی خانه حسن مثنا شد و حسن مثنا یک بار دیگر بازگشته و در میان راه نیز شروع به فحاشی و درشتی به امام سجاد نمود و رفت. امام سجاد باز سکوت نموده و به درب خانه حسن مثنا رسید و حسن مثنا بار دیگر امام را به باد حمله و ناسزا گرفت. امام سجاد بعد از سکوتی معنادار شروع به تشریح موقعیت و مسئله اداره امور اموال نمودند و با بیاناتی که از یک امام و یک رهبر انتظار می رود موضوع حساسیت این امر را برای حسن مثنا باز نموده و تشریح کردند. در مدت زمانی که امام در حال سخن گفتن بودند، حسن مثنا کلامی بر زبان نیاورد و ساکت بود، اما موضوع به همینجا خاتمه نیافت و سرانجام حسن مثنا که یکی از فرزندان امام حسن بود به نیکی تمام نشد و به واسطه تحولاتی که در حسن مثنا اتفاق افتاده بود با بیعتی نادرست امامت عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث را مورد تأیید قرار داد و پس از مدتی توسط حجاج ابن یوسف ثقفی توسط سم کشته شد. کسی که در کربلا تقریبا وارد بهشت شده بود بعد از مدتی با بیعتی نادرست و نامشروع جهنم را با بهشت معاوضه نمود. مجاهدی که در کربلا شهید شد اما با نفسی که در لحظات آخر به جانش آمد راه خود را به جهنم هموار نمود. به امید عاقبتی به خیر و سرنوشتی صالح برای همه انسان‌ها. پاینده و عزیز باشید.